با سلام خدمت بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر و با سلام و درود خدمت محمد رضا شاهرخونی که بار دیگه زحمت کشیده و در خدمتشون هست. زنده باشید رفیق داریوش عزیز، سلام عرض میکنم به شما و بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر. سپاسگزارم از شما. رفیق شاهرخونی، در ادامه گفتگویی که دفعه قبل با هم دیگه داشتیم، فکر کردم که این بار یه مقداری به مسئله روابط بین المللی جمهوری اسلامی بپردازیم. به طور مشخص با نزدیک شدن تاریخ به اصطلاح عملی شدن تحریم ها علیه جمهوری اسلامی، تکاپوی زیادی در عرصه های مختلف شاهد هستیم و این سوال به وجود میاد که آیا جمهوری اسلامی برای مقابله با تحریم های آمریکا قصد داره که به چین و روسیه نزدیکتر بشه و بیشتر روی حمایت این دو کشور است که حساب میکنه، یا همچنان اروپا رو برای مقابله با این تحریم ها لازم داره و اونها رو هم به نوعی میخواد که با خودش داشته باشه؟ الله، میدید که ما که از این پشت صحنه اینها اطلاعی نداریم، از قرائن دیگه آدم میتونه بفهمه. اولین مسئله باید از اینه که بایستی هر سیستمی رو یه عقلانیتی درش فرض گرفتیه که اگر واقعیتی که بر این مبنا حرکت بکنیم، جمهوری اسلامی اگر بخواد اروپا رو از دست بده، در واقع اصلی ترین مسئله اروپاست. اروپا هست که میتونه هم به لحاظ وزن اقتصادی و هم به دلیل اینکه اهمیت فوق‌العاده زیادی داره در مقابله با آمریکا و اینها، اگر سه تا کشور اروپایی عضو برجام بودند، دیگه این چیز کمی نیست، اگر اروپا رو داشته باشه قاعدتا چین و روسیه رو هم حتما خواهد داشت. ولی اگه اروپا رو از دست بده، یعنی کاری بکنه که اروپا رو از دست بده، قاعدتاً چین و روسیه هم چندان ازش دفاع نخواهند کرد. نه اینکه در وضعیتی هستن که مثلا مثل سابق، مثلا مثل دوره اوباما و اینها بیان مثلا در تحریم ها شرکت بکنند و فعال مثلا همون که در شورای امنیت رأی دادند و اینها. منتها باید توجه داشته باشیم که حالا از نظر قانونی جمهوری اسلامی، قوانین بین المللی، جمهوری اسلامی با تحریم‌های سازمان ملل روبرو نیست و با تحریم‌های قدرت‌های همه قدرت‌های جهانی روبرو نیست و شکاف بزرگی در این سیستم دولت‌ها به وجود اومده، از جمله بر سر برجام. تنها برجام نیست، ولی این فرصتیه برای جمهوری اسلامی که معقول عمل بکنه. من فکر می‌کنم که قاعدتاً اینها روی این مسئله فکر می‌کنن، حساب می‌کنن، هرچند که اینها میان چلوک پلوق هم میکنن دیگه، یه مقدارم این تناقضاتی که دارند و اینها، اصلا بعضی ها معتقدن که باید با شرق نزدیک شد و نمیدونم چه کرد چه نگرد و اینها، اینها یه واقعیت هایی هستن که نمیشه نادیدهشون گرفت. یعنی حالا چقدر واقعا از اینها خرابکاریه، میتونه واقعا خرابکاری باشه، چقدر واقعا خامنه ای پشتشه که مثلا یا هسته مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی پشت اینه، این قرائن نشون میده که از لحاظ نشانه ها رو که دنبال بکنیم و اینها در خود رژیم و اینها، مخصوصا با امکاناتی که حالا به روحانی دادن که تو بیا در واقع منافع کل ما رو نمایندگی کن و اینها احتیاج دارن و اینها، من فکر کنم اروپا رو میخوان حفظ کنن، نمیخوان از دست بدن. اروپا رو که حفظ بکنن، یه سلسله امتیازاتی با چیز خواهند داشتید که با کشورهای دیگری که دوتا کشور دیگه. علاوه یک نکته ای که خیلی مهمه به نظر من بایستی توجه کرد، اون عبارت از اینه که اروپا منافع ویژه ای داره. در اگر واقعا این دقت بشه، جمهوری اسلامی دقت بکنه، مثلا همین مسائلی که ترامپ مطرح کرد که آلمان مثلا خودش رو وابسته کرده به انرژی روسیه، بیشتر گاز روسیه رو میگفته، یکی از هستش. خب تنها کشوری که واقعا به طور مؤثر میتونه
در مقابل فشار روسیه، اون حالت انحصار روسیه بر انرژی اروپای شرقی و اروپای مرکزی و به ویژه آلمان داره، بتونه در واقع یک عامل اصلاح تخفیف دهنده باشه، جمهوری اسلامی میتونه باشه. سرمایه گذاری اروپا در مورد نفت و انرژی های ذخایر انرژی ایران و مخصوصا مسئله گاز خیلی اهمیت داره به نظر من جستش. قاعدتا باید اینا حساب بکنن این رو و فکر میکنم این باعث میشه که اینها به اروپا توجه بکنن و اروپا هم قاعدتا جمهوری اسلامی رو لازم داره. حتی یادتون باشه این سه کشور اروپایی مستقل از آمریکا حتی در دوره جورج بوش هم سعی میکردن که مسئله ایران رو حل و فصل کنند. یعنی آمریکا شلتاق بازی میکرد، اونم در نتیجه اون حماقت هایی که جمهوری اسلامی داشت. یعنی اگر توجه بکنیم مهمه. مسئله سوالی که بلافاصله پیش میاد اینه که تا چه حد حاضر هست اروپا و یا حتی میشه گفت امکان اینو داره که از برجام و منافع خودش در تداوم به اصطلاح روابط با جمهوری اسلامی، اونم در مقابل تحریم های آمریکا که به شکل خیلی جدی تهدیدهایی که میکنه، تا چه حد این امکان وجود داره برای اروپا که بیسته در مقابل تهدیدات آمریکا؟ ببینید این مسئله خیلی مهمیه که آیا اروپا میتونه این بسلا وایسته یا نه. به نظر من قطعا میتونه وایسته. حتی بعضی ها که میگن که نه، در اروپا به هر حال اقتصاد آزاد و نمیدونم فلان، دولت تصمیم نمیگیره، شرکت ها تصمیم میگیرن و فلان، یه کسی یه مقدار درک عمقی داشته باشه، اطلاعات دقیق داشته باشه، محاله هیچ شرکتی بدون قدرت دولتی وابسته به دولتی وابسته است. اینا به اصطلاح چیزهای فراملیتی نیستن، همهشون به اصطلاح ملیتهایی دارن اینا. و طبیعتا دولت ها خیلی کارا میتونن بکنن. منتها سوال اینه که چقدر مایه میذارن. مسئله اینه، واقعیت ماجرا عبارت از اینه که یه محاسبه عملی میکنن. این دوری نیست که مثلا عاشق ایران نیستن، یا سبب سنگین میکنن که چه حد به صرفه هستش. با توجه به این حرکت هایی که ترامپ شروع کرده و باید توجه کرد که برجام حالا یکی از این حرکت هاست، یکی از موارد اختلاف اروپا و آمریکاست. در واقع دیدید که جلسه مثلا آدم این جلسه ناتو رو به اضافه جلسه گروه هفت رو به اضافه جلسه بزلا مذاکرات ترامپ با پوتین رو کنار هم بذاره، میفینه که خیلی هستن قضیه حاد شده، وضعیت وارد وضعیت بی‌سابقه شدیم در سطح جهانی. و به این خاطر اروپا جسارت بیشتری احتمالا خواهد داشت و اینها، منتها همش یک دیوانگی ها و حماقت های یک جمهوری اسلامی بکنه کار رو خراب میتونه بکنه. نمیدونم تهدید کردن اون دور که خامنه ای مثلا ما شرط اروپا باید فلان بکنه، راجب موشک های ما سوال نکنه، فلان نکنه، برمان نکنه. احتمالا اروپا هم چیزهای خیلی جدی از جمهوری اسلامی داره، مثلا از جمله یکی از اونها برای اینکه با اروپا بتونه همکاری هایی داشته باشه، بایستی این مسئله نمیدونم محو اسرائیل و من محو اسرائیل که جمهوری اسلامی نمیتونه این کارو بکنه، همون اون به اصطلاح رتوریک احمقانه دیگه، اون حرفایی که به اصطلاح آخوندی میزنن و فلان، اون رجزخونی های آره دیگه، اینها رو رجزخونی ها رو بایستی. حتی مسئله موشک ها ایران مسئله زیاد چیز مهمی نیست، چون ایران موشک هاش اصلا موشک های در مقیاس امروزی نیستن که واقعیت اینه. مسئله ای که هستش و خیلی اهمیت داره اینه که یه سلسله چیزها رو بایستی رعایت بکنه که در رأس اونها این حالت به اصطلاح دشمنی لفظی با اسرائیل رو یه مقدار باید غلاف بکنه و اروپا مهمه براش این مسئله. مثلا از جمله آلمانیا میده که به هر حال کشتار یهودی ها رو در آلمان انجام دادن دیگه. آلمانیا همهشون در وضعیتی هستن که حتما باید این مسئله رو توجه بکنن و این حرف هایی که جمهوری اسلامی میزنه کار رو خراب میکنه، حماقت محضه.
اینها مهم است. یکی از مواردی که از جمله از طرف آمریکا به ویژه اسرائیل که به حال نقش مهمی داره در سوق دادن آمریکا و سیاست‌های خارجیش مطرح میشه، این مسئله بیرون رفتن ایران از سوریه هست و به نظر میاد که تا اندازه روسیه هم بی تمایل نیست نسبت به این ماجرا که ایران از سوریه خارج بشه، علاوه بر این که خب نقش بسیار مزاحمتی داره اونجا، مزاحمی داره. به هر حال اگر همچین اقدامی رو روسیه بتونه انجام بده در تحکیم موقعیت خودش به عنوان یک ابرقدرت حداقل منطقه‌ای خیلی تاثیرگذار خواهد بود. فکر می‌کنید که آیا چنین امکانی وجود داره؟ آیا این روسیه به این اقدام تن خواهد داد یا ایران رو وادار به بیرون رفتن از سوریه خواهد کرد؟ ببینید، توجه باید داشته باشیم، اگه باز همون محاسبه بر تحلیل و درکمون از قضیه بر با این فرض شروع بشه که اینها بر مبنای عقلانیت حرکت میکنن، هر کدومشون عقلانیتی که برای منافع تشخیص میدن، یعنی منافع خودشون رو، از جمله جمهوری اسلامی. روسیه توجه داشته باشیم که درگیری با آمریکا، رویارویی با آمریکا براش هزینه داره و حالا که ترامپ مثلا بله، حالا یا بخواد واقعا یا نخواد، و من به نظرم ترامپ مستقل از اینکه این پرونده نمیدونم اون رابطه ها و فلانه که مشکوک و فلان که هستن بررسی میشه در آمریکا فلان، که خیلی تبلیغات میشه که در واقع وامدار پوتین هستش و اینا که یه مقدارش به نظر میرسه که واقعیت داره. ولی حتی اگه اینها نبودند، ترامپ انصافا یک جریانیه که میخواد با این درکی که از به اصطلاح جنگ تجاری و فلان و بهمان داره، دلیلی نمیبینه با روسیه مثلا درگیری های حادی داشته باشه. چرا؟ مخصوصا این که در خود دوره اوباما هم رقیب بزرگ آمریکا و حتی اروپا به نحوی، آمریکا که خیلی سرراست اوباما یادتون باشه اون چرخش به شرق رو که مطرح میکرد، چرخش به شرق یعنی که رویارویی سازماندهیه، رویارویی با چین دیگه. اگر این رو توجه بکنیم، جدا کردن روسیه از چین خیلی مهمه. این که آیا موفق میشن یا نمیشن، ولی روسیه سعی میکنه تو این مسئله بازی بکنه و مثلا ماجراهایی که بین روسیه و اروپا به وجود اومده و مثلا آمریکا در تشدید این مسئله توجه بکنه به ماجرای اوکراین، اوکراین رو واقعیت اینه که آمریکایی ها بیش از اروپایی ها دامن زدن، حتی همین مرکل و اینا خیلی تلاش کردن که در ماجرای اوکراین یه مقدار میانجیگری کنن، نذارن قضیه حاد بشه. همین در دوره اوباما اصلا اینا تصمیم گرفته بودن که به یه نحوی اوکراین رو از روسیه جدا بکنن و اینا. در اوکراین هم اون زمینه هایی که به وجود اومده بود و فلان و اینا، که این در غرب اوکراین البته بیشتر شده، که باعث شد که روسیه اون اقدامات رو انجام بده، از جمله روسهای اوکراین که در واقع عملا کنترل منطقه شرقی رو در دست گرفتن و کریمه. و در این رابطه که یک در واقع مثل که یک جنگ دیگری شده، اصلا روسیه رو از گروه 8 بیرون انداختن و گروه 7 شد دوباره. آیا روسیه مایل هست دوباره اون حالت تنش و فلان از بین بره؟ همین حرف هایی که ترامپ میگفت، ما این حالا یکی از بدترین دوره هاست با روسیه، چرا ما باید اینطوری با روسیه درگیر بشیم؟ این پشتش استدلال های هم هست. ترامپ درست آدم نامتعادلیه، ولی این نیست مسئله فقط، یک سلسله محاسبات دیگر هم در میان هستش. در این رابطه من فکر میکنم که روسیه مسلمه که تنش زدایی با آمریکا را امکان پذیر بدونه حتما اقدام میکنه. و علاوه بر اینها، روسیه روابط خیلی نزدیکی با اسرائیل داره. یا یادتون باشه در همین سالگرد پیروزی ارتش سرخ بر نازی‌ها، تنها آدمی رو که پوتین دعوت کرده بود به میدان سرخ اونجا سخنرانی کرد و فلان و اینا، همین نتانیاهو بود دیگه. اونجا هم همین علیه ایران هم حمله کرد و اینا. بعد یهودی‌های
به اصطلاح روسیه هم مهم هستن، یعنی همونطور که در آمریکا مهم هستن یهودی ها، در روسیه هم مهم هستن، اصلا مهم بودن. در اسرائیل هم مهم هستن. همین الان وزیر دفاع لیبرمن در واقع روسه دیگه، اصلا اینا رو باید توجه داشته باشید و روابط خیلی نزدیکی دارن. و بنابراین که چرا باید روسیه اسرائیل و فلان و بهمان رو در نظر نگیره؟ علاوه بر همه اینها روسیه، درست ایران کشور خیلی مهمیه و اگه ایران رو داشته باشه از امتیازات زیادی برخوردار خواهند بود، منتها ایران در حالت انزوا به سر میبره، جمهوری اسلامی در واقع در حالت انزوا قرار داده ایران رو، و بنابراین نرخ به اصطلاح سازش با ایران خیلی پایین اومده، به راحتی میشه ایران جمهوری اسلامی رو کشید به طرف خودش. منتها روسیه به این قانع نیست، روسیه سر همچین چین، روسیه و چین تلاش میکنن عربستان سعودی، امارات، کشورهای عربی دیگر فلان مهمان رو به طرف خودشون بکشن. دیدید یه کنفرانسی گذاشت چین اخیراً در رابطه در پکن و فلان و اینها، چه چقدر سرمایه گذاری کنه در کشورهای عربی و فلان و اینها، و حتی مثلا این ولیعهد امارات به اضافه ولیعهد به اصطلاح عربستان، اینها در واداشتن ترامپ به این که این مذاکره رو بکن با پوتین در رابطه با بیرون راندن ایران از سوریه نقش داشتن، میگن اینا رو خیلی ها مطرح کردن، حالا ممکن هم درست باشه. بنابراین که به نظر من روسیه قاعدتا بایستی این معامله رو بکنه. یه نکته ای هم هستش اینه که در خود سوریه واقعا چند پایه داره، مثلا سوریه رو با عراق مقایسه بکنیم فرق میکنه، در روسیه عملا شیعه اثناعشری وجود نداره، منتها روسیه رو نه اونطوری که سوریه در ایران رو در سوریه، نه اونطوری روسیه میخواد که سریع مثلا زیر پاشو خالی کنه، خیلی دیپلماتیک رو اینها این کارا رو میکنه. حتی پوتین یادتون باشه که گفت دیگه حالا که مثلا قضیه تمام شده نیروهای نظامی دیگر خوب میتونن خارج بشن و اینها، و روسیه قدرتیه که در شرق مدیترانه حضور نظامی فعال داره و برای اسرائیل خیلی خیلی مهمه که ایران چنین نفوذی نداشته باشه، هم ایران هم حزب الله، این مسئله خیلی کلیدیه. بنابراین که حالا اگر از سوریه بیرون هم نکنن و حتی خود اسد و اینها، واقعا مثلا علوی های سوریه چقدر به ایران، حضور فعال ایران اصلا احتیاج دارن؟ احتیاج ندارن، اصلا میترسن از ایران، اصلا علوی ها ماجرای اعتراضاتی که اخیراً در عراق به وجود اومده، یعنی رابطه دولت عراق و اون حسن روابطش با جمهوری اسلامی الان به یکی از بزرگترین مشکلات سیاسی اقتصادی و غیره تبدیل شده. برای این همین چشم‌اندازی است که قاعدتاً دولت اسد هم در مقابل خودش داره، اینکه تداوم ارتباطاتش با جمهوری اسلامی همچین مشکلاتی براش به وجود بیاره. دقیقاً اینطوری است، دقیقاً اینه که با توجه به اینکه در عراق اکثریت بزرگ شیعه وجود داره، در سوریه چنین چیزی وجود شیعه اثناعشری منو مثلا اسماعیلی ها هستن، دروز ها هستن، نمیدونم علوی ها هستن، بعضی از این ها اصلا مسلمان به معنای دقیق کلمه نیستن. مثلا علوی های سوریه که یه فرقه های هم با علوی های ترکیه دارن و اینا، این نصیری میگم معمولا بهشون، اینا هم خیلی اصلا فرق میکنه، با اسلام خیلی فاصله دارن، هرچند که حافظ اسد تلاش کرد که به یه نحوی اینها رو فتوا بگیره از بعضی ها و اینا که ما شیعه هستیم و اینا، هم شیعه درست حسابی نیستن اصلا، حتی مسلمان هم نیستن. نمازهای بزلای طوری هم که ما مثلا شیعه ها و فلان و برمان در ایران میخونند و اینا، براشون اونطوری نیست، حتی در اون اعتقادات مذهبیشون هم دارن. یک نیروی مزاحمی جمهوری اسلامی، یک تئوکراسی مذهبی شیعه بیاد اون را مزاحمشون بشه. البته نظر اقتصادی پولپاشی هایی که جمهوری اسلامی اونجا دارن، مثلا حرم زینب و حرم رقیه و فلان، باید دیوانه باشن که از جمهوری اسلامی استقبال نکنن که مثلا اونجا از نظر اقتصادی فلان و بهمان بیره میاد و فلان و اینا. ولی نظامی رو حتما حالش رو میگیرم، به نظر من اینطوریه، منتها دیپلماتیک محتاطانه. با توجه به وقایعی که بعد از سفر ترامپ به هلسینکی و اون کنفرانس هلسینکی نشسته به اصطلاح سران آمریکا و روسیه شاهد بودیم، اون جو
حملات وحشتناکی که به ترامپ کردن، حتی او رو به عنوان خائن نامیدن، نه تنها از طرف دموکرات ها بلکه حتی جمهوری خواهان، آدم های مثل مککین و غیره بزاره. حتی فاکس نیوز که معمولا بدون شرط حمایت میکنه ناچار شد که انتقاد بکنه از او. اگر موفق بشه ترامپ که روسیه رو به اصطلاح قانع بکنه که ایران رو از سوریه به اصطلاح بیرون بکنه، این پیروزی بسیار مهمی خواهد بود برای او و خطی که سعی میکنه توضیح بده، یعنی اینکه تنش زدایی با روسیه به نفع آمریکا است و در جهت منافع آمریکا و اسرائیل بسته. بله این مهمه، مثلا باید توجه داشته باشیم که حالا آمریکا در خاورمیانه نیروی تعیین کننده نیست بعد از اون شکستی که در عراق داشته، مثلا در سوریه واقعا نیروی بزا روسیه از زمانی که وارد شد یادتون باشه و از اون اقدام کرد، اولا ماجرای اوکراین رو گذاشت در کریمه و اوکراین و اینا رو از این طریق از دستور روس خارج کرد و اینا. بعد مسئله ای که شد این بود که آمریکا در واقع آمریکا و حتی اروپا اون نفوذی رو که در واقع در ماجرای چیز داشتن از دست دادن. طبیعیه که کشورهای عربی مثل عربستان سعودی و نمیدونم امارات و اینا هم جونجا به اسلامی های رادیکال و اینها کمک میرسوندن، اونها هم مغلوب شدن دیگه. مسئله ای که هستش حتی مثلا قطر دیگه اونطوری نمیتونه مثلا چی بکنه. با توجه به اینا مثلا روسیه حتی یک عضو مهم ناتو رو تونسته در واقع همکاری بکنه در مسئله سوریه، ترکیه شوخی نیست. اگه اینطوریه آمریکا ناگزیره که سازش‌های بکنه، یعنی مطالباتشون در روسیه در سوریه از روس‌ها خیلی بالا نیست و قاعدتا هم تبعیض داریم سازش میتونم بکنم، یک چیز ارزانیه برای پوتین. این سوالی که به وجود میاد اینجا شالگونی است که اگر برگردیم به همون عقلانیتی که ازش نام بردید، چه چیزی مانع از این میشه که جمهوری اسلامی این سازش رو در اونجا انجام نده، یعنی به شکل خیلی آبرومندانه، به شکل اینکه خب ما اومدیم کمک کردیم داعش رو نابود کردیم، همه افتخارش هم مال ما، حالا با احترام به اصطلاح خواست مردم روسیه و با تشکر و سلام و صلوات خیلی ممنون خداحافظ شما، هم مشکلش اونجا حل بکنه هم اون اعتراض به حقی که از جانب مردم ایران میشه که چرا اینقدر در شرایطی که وضعیت اقتصادی به این شکل هست شما چرا اینقدر سرمایه گذاری مثلا نظامی میکنید در برای حضور نظامی در سوریه و غیره و ذلک. این یک سوال. و اینکه در ادامه این ماجرا فکر می‌کنید که جمهوری اسلامی آیا این امکان وجود داره که شاهد این باشیم که دست از اون شعارها، اون به قول قبلا گفتیم رجزخانی‌هاش و اون دشمنی تند و تیزش با اسرائیل برداره و در واقع این عقلانیت رو اینجا به نوعی شاهدش باشیم؟ این امکان هست؟ حالا ببینید در جمهوری اسلامی تمام این حماقت ها و اینا هست، بعد این شعار دادن ها، یه رژیمی که حتی نمیتونه بعضی وقتا جمع جور بکنه یک حرف بزنن به خاطر اون تناقضات داخلی که داره که حالا سر جای خودش جداگانه میشه بحث کرد و اینا، منتها یه اصلی رو اینا پذیرفتن، یعنی هر آدمی باز عاقل باشه این اون مصلحت نظامه. خمینی دیدید گفت که نماز و روزه رو هم میشه تعطیل کرد، الان نه تنها مثلا سوریه و فلان اینا میشه نماز و روزه رو هم تعطیل کرد. همین الان توجه داشته باشید که مثلا جمهوری اسلامی صریحا گفتن دیگه که ما در یمن مذاکره میکنیم در مورد یمن، یعنی چی؟ با عربستان و فلان دیگه، یعنی در یمن تن داده. البته یمن حضور برخلاف اون تبلیغاتی که آمریکا و نمیدونم عربستان سعودی و فلان میکنه، در اون یمن رو، مسئله یمن رو جمهوری اسلامی به وجود نیاورده. این ماجرای درازیه که اصلا طولانی اصلا ماجراش اصلا بیشتر حماقت بزناتی هستش. همین الان یمن دیدید که همین دو سه روز پیش زیزه حقوق بشر سازمان ملل گفت ما 75% مردم یمن محتاج کمک‌های انسانی مبرم هستن. فکرشو بکنید یک ملت نزدیک به 30 میلیون رو نابود میکنن اصلا. منتها همون دنیای بی حساب و کتابیه که هیچ کس اصلا یقه
سعودی ها رو نمیگه ها این بمباران ها فلان وحشتناکه، اینا میگن ما حاضر اونجا به اسلام مذاکره کنیم به اسلام چه بکنیم، یعنی عقب نشینی بکنیم. توجه بکنید اون شیعه های یمن هم شیعه هایی هم جایی ایران بودن میکشتنشون، شیعه های پنجمامی هستن یه زیدی ها فلان. بعد علاوه در رابطه با سوریه هم حالا موقعیت آمریکا و اسرائیل طوریه که میخوان از طریق روسیه بپذیرن که، یعنی گفتن سریع هم گفتن که ما اسد رو قبول داریم، اسلامی ها باید برچیده بشن و اینها این بنیادگرایان اسلامی، و مسئله وارد از اینه که اسد حساب کتابی داشته باشه، یعنی اسد رو اسد بدون جمهوری اسلامی. آره دیگر. بعد چرا بایستی جمهوری اسلامی چه میتونه بکنه؟ دستش به جایی بند نیست و اگر به ازلاچی بکنه اون حماقت ها تبلیغات های فران اون طائب کوچیک دیگه، اون یکی طائب که چیز گفت که اصلا استاد 35 اینا حماقت های چیه آخون بده که معمولا کلمات ارزشی نداره، همونطور که صحبت میکنن بالای منبر یکی رو میکشن یکی رو زنده میکنن و فلان، همونطوری هم صحبت میکنن در سیه که استاد 35 و فلان و اینها، اصلا این چنین چیزی جمهوری اسلامی رو هزینهش رو خیلی بالا میبره. بنابراین من فکر میکنم که مصلحت نظام ایجاد میکنه که حتی در سوریه هم یه مقدار غلاق بکنن. اما میمونه مسئله اسرائیل، حتی در بود سوریه یادتون باشه که اسرائیل عملا تحریک میکرد و جاهای بمباران میکنه پایگاه هایی که جمهوری اسلامی اونجا نیرو داره و اینا صداشو در نمیارن اصلا. نه ما نبودیم مثلا اونجا، ما کسی نشد فلان. ولی یک نکته ای که در مورد اسرائیل هم هست و باعث از اینه که خامنه ای برای اولین بار یادتونه یه نکته ای گفت، ما عبدالناصر بود که میگفت که ما یهودی ها را باید به دریا بریزیم، ما مثلا حرف هایی که شما در مورد یهودی ها زدید، ناصر درسته اون موقع در واقع ناسیونالیزم عربی فلان به ما در واقع یه ناسیونالیزم نژادی هم شده بود، ولی ناصر اصلا قابل مقایسه با خامنه ای و خمینی نبود، آخه این آدم معقول و انصافا هم برای زمان خودش مترقی بود و اینا. بنابراین که این خود اینا نشان دهنده اینه که مصلحت نظام میبینن سمه پرزوره، بنابراین که بایستی به مقدار غلاف کرد یه فتیله رو پایین کشید. من فکر میکنم اینطوری یعنی نشانه های دیده میشه، ضمن اینکه به همون مسئله قبلی که گفتیم در رابطه با اروپا هم امتیاز بزرگی خواهد بود برای جمهوری اسلامی، طبیعتا خیلی راحت‌تر میکنه کار اروپا رو برای اینکه از جمهوری اسلامی حمایت بکنه و به اصطلاح پشتش بیسته. با توجه به اینکه توی صحبت قبلیتون دور قبل صحبت جالبی رو مطرح که مبنی بر اینکه تفاوت رژیم جمهوری اسلامی با رژیم پهلوی این بود که به هر حال او متحدینی داشت، اما جمهوری اسلامی حتی متحدینی هم اگر داره متحدین موقتی و اثر ناچاری است که به زور و تحت شرایط مشخصی ناچار میشن که با او راه بیان و همیشه مشکل دارن داشته باشن. دقیقا این طوریه، مثلا همین ماجرایی که متحده اینا گفتن که ما مثلا اسد از زمان حافظ اسد بود، یعنی از این دیگه مرغوب‌تر متحد برای جمهوری اسلامی نمیشه پیدا کرد. منتها اسد اصلا مذهبی نبود، حافظ اسد رو هر کس زندگیش رو بخونه بیوگرافی به من نوشته شده، نه اینکه خودشون نوشتن غربی ها فلان نوشتن و اینا، یا عالم چیز تحقیر شده در موردش، یا آدم خیلی ماکیاولیس اصلا بیسمارک عرب میگن دیگه بهش، اصلا اعتقاد مذهبی نداره. حتی در قانون اساسی که اون موقع در دهه 60 و 70 و اینها چیز کردند و اینها، اصلا آورده بودن که رئیس جمهور بایستی اصلا مذهبی نباشه. میدونی که مذهبی یا در واقع سکولاریزم عملی در سوریه وجود داره که شاید بعد از ترکیه بیشترینه در بین کشورهای اسلامی در بحث اسلامی سوریه، یعنی در واقع به یه نحوی در حد همون چیزیه که در تونس بوده از اول، از زبان حبیب بورقیبه و فلان و اینا اینطوریه. آخرش اینها اسلامی ها فلان خیلی شروع کردن گفت که آره یه امتیازی داشت که در قانون اساسی سوریه آوردن که رئیس جمهور باید مسلمان باشه، ولی دیگه اصلا چطور باید اسلام فلان جدا هسته که اصلا از چیز. بنابراین که
اصلا این اتحاد واقعا یه نوعی تاکتیکیه. درسته که اتحاد پایداری بوده، واقعا از تمام دوره جمهوری اسلامی حافظ اسد به دلیل اینکه یک زمینهای اشغال شده ای داشتن و فلان و اینها و به علاوه در لبنان و اینا میخواست نفوذی داشته باشه، ائتلاف با شیعه‌ها رو لازم میدونه، لبنانی ها رو فلان و اینا رو، بنابراین با جمهوری اسلامی سازه، یه نوع ماکیاولیسم بیسمارکیه در واقع. بنابراین که این حتی این ائتلاف، این متحد جمهوری اسلامی در واقع متحد بیشتر تاکتیکیه، البته تاکتیک پای نسبتاً پایدار و اینها، و ممکنه قضیه به هم بخوره. بنابراین که جمهوری اسلامی اونطوری به نظرم چیزی نداره. ضمن اینکه این نظریه الان مطرح میشه که اسرائیلی ها علاوه بر اینکه پذیرفتن به اصطلاح ابقای اسد رو در صحنه سیاسی، چه بسا حتی حاضر باشن بر سر بلندی های جولان هم به نوعی سازش بکنن و شاید شاهد پس دادن بلندی های جولان باشیم، به ویژه به این دلیل که بلندی های جولان الان با توجه به اصطلاح پیشرفت تکنولوژی تسلیحاتی و اینا اون جنبه استراتژیک نظامی خودش رو هم از دست داده بسته. آره درسته، واقعیت اینه که این اون چیزها رو از دست داده، منطقه اسرائیل و این چیزی که بخشن آلا در قدره در اسرائیل ناتانیاهو اون جانور خاصی، اینها اصلا زمینی پس نمیدن به کسی به نظر من. یعنی توجه داشته باشید که این ناتانیاهو، اسرائیل کشور خیلی کوچکیه، توجه داشته باشید که کل اون اسرائیل به معنای اخص ها، اسرائیل در واقع 20,000 کیلومتر مربع مساحتشه، یعنی فکرشو بکنید، در خیلی مثلا با ایران اصلا چه قابل ملاحظه، با عراق اصلا قابل، با سوریه قابل ملاحظه نیست و اینا، و برای اینها خیلی مهمه که اصلا زمین رو پس نمیدن. میبینید حالا زمین های مثلا عرب هایی رو که 25% جمعیت اسرائیل عرب، حالا در واقع مقدمه چینی و فلان بما میکنن که دیدید این قانون واقعا نجات پرستانه ای رو که بگذروندن همین چند دو روز پیش، اصلا این در واقع یه چیز واقعا نجادی، آپارتاید خیلی سریعه، البته در اسرائیل همیشه آپارتاید بوده، یه عرب ها در واقع شهروند درجه دوم بودن، حتی در سطح قانونی اینو همه حتی خود اسرائیلی هم قبول دارن، مثلا زمین و اینها نمیتونن خرید و فروش بکنن مثل چیزهای دیگه، ولی حالا اصلا مقدمه برای اینه که اینها رو هم بیرون بکنند و فلان اینا. فکرشو بکنه دولت یهود یعنی چه؟ اصلا مثل که مثلا آدم بگه که فلان چیز، دقت هم باید بکنید که این مذهب فقط نیست، یهودیت برخلاف اسلام و مسیحیت دین دعوتگر نیست، دینیه که با قومیت یهودی ها در واقع فرزندان یعقوب گره خورده است. بنابراین خیلی از این چیزهای بنیادگرایان یهودی، حتی یهودی های آمریکا را هم یهودی های خالص نمیدونن، میگن اینا زنها، چون میدونی که اونا تبار از طریق به اصطلاح زن میشه، میگن اما یهودی ها اینا درست نیستن، چون این نمیشه اصلا با یه یهودی با غیر یهودی به اصطلاح ازدواج بکنه و اینا، خیلی یهودی نیستن، یعنی به فکر نمی کنم اینطوری به اصطلاح یه ذره خاک نمیدن به کسی، و حالا هم در موقعیتی هستن که بیشتر در اینه که پیشروی بکنند. و همین مثلا رفیق بوشهر مخاور که چند بار در تلویزیون عراق صحبت کرده، آدم خیلی مطلعه، خودش اسرائیلیه در اصلا چیز متولد شده، واقعا آدم و یه کمونیست واقعا درخشانیه و آدم بسیار مطلعه. اون یه چیزی که میگم من یادمه که گفت، اصلا حتی نوشتم اینا رو، گفت اصلا این فرصتی میخواد خاورمیانه شروع پلوک بشه، یک قسمت بزرگی از این عرب های سرزمین های اشغالی و همینطور خواجه اسرائیل رو بیرون بریزه، یک قائله ایجاد بشه در اون شروع پلوکی اینا رو بیرون بریزه. من میکنم جولان رو هم اصلا پس نمیدن، بیشتر مثل یک حریجی که جلوی به عنوان برای اینکه یه مقداری تغییر بکنن، چه بسا از این بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته باشه. و از این مجزر بگذاریم، یه مقدار نزدیکتر باشیم به مرزهای کشورمون و به کشور همسایه‌مون عراق. در ماها و به خصوص هفته های گذشته شاهد اعتراضات خیلی وسیعی بودیم که بیشباهت به اعتراضاتی که در کشور خودمون میگذره نیست.
این قضیه رو چطور میبینید؟ فکر میکنید که آیا با توجه که خیلی از این اعتراضات جنبه مخالفت با حضور جمهوری اسلامی و نفوذ جمهوری اسلامی در همه عرصه‌های حیات سیاسی اقتصادی عراق رو داشته، فکر میکنید آیا جمهوری اسلامی نفوذ خودش رو در عراق در حال از دست دادن و تا چه حد محکم است؟ فقط یک پرانتز قبل از اینکه جواب بدید، شعار خیلی جالبی در اعتراضات دیروز بود در عراق که فکر میکنم برای ایرانی ها جالب باشه شنیدنش، که میگفتن نه سنی نه شیعه سکولار. بفهم خیلی مهمه این مسئله، توجه اگه داشته باشین شیعیان عراق، اولا عراق در دوره بعثی ها به یه نحوی عملا سکولار بودن، در واقع صدام در اون گیروداری که افتاده بود تو تله فلان و اینها از جمهوری اسلامی یاد گرفت که بر پرچم عراق الله اکبر بنویسه، و حتی بعد از این اشغال عراق خیلی ها تلاش کردن اینو بردارن، متعدد اسلامی ها چون قوی بودن و فلان نتونستن بردارن. واقعیت اینه که یعنی یه نوعی سکولاریزم مثلا وجود داشته در عراق. حالا هم توجه باید داشته باشیم که نه اینکه سکولاری هستن اون یکی ها، ولی شیعه های دیگر رو دارم میگم، ولی یه مسئله خیلی کلیدی که هستش عبارت هست اینه که با اون درک جمهوری اسلامی از اسلام و اینا مخالفن، حتی شیعه های اینا. مثلا همین خانواده مقتدا صدر اصلا از اون تبارش هم اینطوری بوده، نه مثلا اون صدر محمد باقر صدر و فلان هم مثلا شاید اگه زنده بود میمون اونم اختلاف پیدا میکرد، ولی پدر این و عموش فلان و ما اینا اصلا اختلافات جدی دارن. خود این هم یه نوع ناسیونالیسم عراقی رو نمایندگی میکنه، توجه اگه داشته باشید مثلا در ائتلافی که کرده بودن، جالبه در نجف یک زن و کمونیست، زن کمونیست در واقع انتخاب شد در نجف، یعنی بس چه آدم در بگه در قم مثلا اولا زن انتخاب بشه. بسید نکته دوم عبارت از اینه که بخش بزرگی از همونهایی هم که طرفداران آدم خیلی مقتدری از نظر نفوذ مذهبی، این آقای سیستانی در چیز و اینها به شدت مخالف نظریه ولایت فقیه هستن. حالا خامنه‌ای تلاش میکنه که هرچه بیشتر از لحاظ چیز نفوذ به اصلاح حوزه نجف رو، حوزه علمی نجف رو کاهش بده، و سیستانی هم نزدیک در واقع در 90 سال و فلان و اینا پیر و اینها که بعد از این بتونن ببرن. همین الان هم نجف در مقایسه با قم، پولهایی که اون در قم خرج میشه و فلان، قبلا اینطوری نبود، یه نجف مهمتر از قم بود، ولی حالا قم اصلا قابل مقایسه نیست با نجف، و طبیعیه که اونجا مخالفت های جدی هست حتی در خود حوزه علمیه، و چون خارج از نفوذ جمهوری اسلامی هستن، جمهوری اسلامی میخواد از طریق پول پاشی و فلان اونا رو بخره، ولی با مقاومت های جدی روبرو است. حتی اگه توجه داشته باشید برخوردی که مثلا سیستانی با مالکی کرد خیلی مسئله مهمی بود، که سعی میکرد اینها رو با جمهوری اسلامی رو اونجا مثلا سیاستاشو پیش ببره، شیعه ستیزی به اصطلاح سنی ستیزی و فلان و اینها، به نظر من اصلا ناسیونالیسم عراقی با توجه به اون اتفاقاتی که در کردستان عراق اتفاق افتاد، با توجه به مسائلی که در زمینه به اصطلاح سنی ها وجود داره، و با توجه به مسائلی که عراق کشور ثروتمندی از لحاظ منابع و ذخایر نفت و اینا، در واقع اگر اینها مخصوصا همین خود شیعیان عراق و اینها و جمهوری اسلامی اینا حاضر نیستن کسی تحویل جمهوری اسلامی بده، و یک دو تا نکته هم اضافه شده برای این ماجرا، علاوه بر این که در واقع تق اون سیاست های جمهوری اسلامی در عراق در اومده و شورشی که در ایران در 6-7 ماه گذشته شده واقعا بی اعتبار کردستن جمهوری اسلامی رو، حتی در بین اونهایی که توهم داشتن. منتها یه نکته رو باید فراموش نکردیم، به هر حال حدود 70% یا مثلا 65% جمعیت عراق شیعه هستن، شیعه اسناشر، و این یه عاملیه که به هر حال این دو تا کشور خیلی مهم شیعه در کنار همجواری با هم هستن، و علاوه بر اینها به قول آخوندها عتبات عالیات مثلا قبر امام حسین، حضرت علی، حضرت عباس و اینا مهم هستن، و جمهوری اسلامی میتونه در این شرایط و میکنه دیگه، میبینید این کارها رو که میتونه
به اصطلاح اقتصاد عراق رو واقعا پمپاژ بکنه، کمک بکنه. و در حدی که تا زمان که جمهوری اسلامی هست، عتبات در واقع یک معدن طلا هستن برای عراقی ها و دیوانگی باید بکنن عراقی ها که جمهوری اسلامی رو مثلا کاملا مثلا چیز بکنن، ضدیت و اینها. منتها من فکر میکنم که نفوذ جمهوری اسلامی در عراق رو به افول قطعا، و حتی شیعیان طرفدار جمهوری اسلامی، فکر کنید مثلا یا عمار مثلا حکیم و فلان و برمان، حتی اونها رو در نظر بگیرید، اونها وقتی خودشون نفت دارند و فلان دارند و برمان دارند، قبلا احتیاج داشتن به جمهوری. حالا چه احتیاجی دارن؟ مخصوصا که تحریم ها و اینها جمهوری اسلامی افتاده تله، اونها میتونن نفت شد و بفروشن، حتی رقیب جمهوری اسلامی باشند و این داستان ها، ائتلاف تشکیل بدن با دیگرانی بود که به اصطلاح کار بکنند و کشور بذار بخورن دیگه، هر چه هستش. حتی خود این خوردن رو عمدن میگم که دیوانه باید باشن که به جمهوری اسلامی دخیل ببندن. منتها این که مثل سوریه نیست عراق، عراق نفوذ ایران خواهناها خواهد بود. علاوه بر حتی اگه جمهوری اسلامی هم بره، عراق کشوریه که پیونده های خیلی طولانی با ایران داشته و داره و خواهد داشت. در دوره صدام مخصوصا این یه مقدار چیز شد، بسته شد و فلان، ولی قاعدتا این نمیتونه ادامه پیدا کنه. این یه فرقی باید بذاریم بین عراق و سوریه، این مسئله مهمه. در رابطه با سایر دولت‌های عربی همسایه ایران چه فکر می‌کنید؟ آیا جمهوری اسلامی همونطور که در رابطه با اسرائیل گفتیم، در رابطه با سوریه گفتیم، اینها به ناچار ممکن است که عقب نشینی بکنه، به سازش‌های تن بده، آیا شاهد بهبود روابط با دولت‌های مثل عربستان سعودی و یا شرکای اون در خلیج فارس میتونیم باشیم؟ مسلمه، اصلا اینا شروع کردن، یعنی خودشون هم به نحوی میگن دیگه، سر راست تا چندین بار گفته شده، یعنی از طرف مقامات جمهوری اسلامی. یا مثلا دیدید که ظریف چی گفته؟ گفت آه ما اومده ایم که نفوذ رو تحت نفوذ خودمون در بیاریم، منطقه رو عملا منطقه رو به نابودی کشیدیم، ما بایستی سعی کنیم منطقه رو آباد کنیم و اینها. بعدم که در پشت سر خاندان سعودی حالا آمریکاست و اروپا معاملات وسیع میکنند و اینها، و منافع جمهوری اسلامی هم در اینه که بیاد به اصطلاح با عربستان سعودی و فلان و بهمان کنار بیاد. البته واقعیت اینه که اون در جمهوری اسلامی یک همون که گفتم تناقضات وحشتناکی وجود داره، و واقعا هم این رهبر با بصیرت جمهوری اسلامی خیلی آدم بی بصیرتیه. مثلا اون شیخ نمر و فلان رو کشتن که جنایت بود البته، واقعا این نفر رو که انتقاد کرده چرا میبرد، و خیلی به ولایت فقیه هم اعتقاد نداشت و اینا، ولی اینها چنان داغ کردن، بعضی وقتا میفتن شطحیاتی میگن که خودشون هم گرم میشن نمیفهمن چه کار میکنن. مثلا سفارت آمریکا یا مثل سفارت انگلیس که هنوز نمیتونن گرد کاریاشو جمع بکنن، رفتن که سفارت عربستان سعودی رو هم گرفتن. توجه داشته باشید، به هر حال یک کشور اسلامی در یک کشور اسلامی دیگه بگید و اونم آتیش بزنه، فکرشو بکنید. این اصلا و عربستان سعودی هم حالا مخصوصا اون کودتایی که شده، خاندان در خاندان سعودی تصفیه‌ای صورت میگیره و اینها، حالا تاکچه بالا میزنن، ترازو میزنن اونها. منتها جمهوری اسلامی بایستی کوتاه بیاد خیلی جاها و بتونن سازش‌هایی بکنن. البته عربستان سعودی هم به سرفش هست که سازش‌هایی بکنه، نه اینکه بلا فاصله امتیازاتی خواهند گرفت. چرا؟ در شورای همکاری خلیج هم این دوره نیست که همه چیز در دست اونا باشه. مثلا عمان علنا اعلام کرده اینا میخواستن که در واقع شورای همکاری خلیج رو عملا به یه اتحادیه مثلا چیز تبدیل کنن، مثل اتحادیه اروپا و فلان. عمان گفت ما تحت هیچ شرایطی قرار نمیدیم. چرا؟ عمان اصل اکثر جمعیتشون اصلا در واقع چیز هستن، عبادی ها هستن که اختلافات خیلی جدی مثلا با وهابیت و فلان و بهمان دارن. علاوه قطر مسئله مهمیه، قطر اقتصاد مهمی داره و چی هستش، حالا میبینید دشمنی قطر با امارات و سعودی و فلان و اینا، و حتی کویت نمیخواد در واقع در یکی از اقمار عربستان سعودی قرار بگیره و اینها.
یعنی شکاف خیلی چشمگیری در شورای همکاری هست و هر یک از اینها پشتوانه‌ای داره. مثلا می‌بینید که قطر مثلا متحدی مثل ترکیه داره، یه چیز کمی نیست. بنابراین من فکر میکنم که اونا هم ناگزیرن از حد معینی فراتر نرن، ولی جمهوری اسلامی خیلی باخته در این دوره و اگر خیلی شروع برو بکنه خیلی بیشتر خواهد باخت. همزمان با این قضیه تهدیدهای رهبران جمهوری اسلامی و سپاه و غیر و ذالک رو میشنویم و حتی به نوعی از روحانی این نقل قول آوردن، هرچند بعدا مشاورش گفت که منظورش این نبوده. در رابطه با مسئله بستن تنگه هرمز، این که اگر یا تهدیدهای دیگه مثل این که مرزا رو باز میکنیم که 1,000,000 پناهنده افغانستانی به اروپا بریزه و غیر و ذالک، این تهدیدها و این به اصطلاح رجزخانی های اینجا رو چطور میشه توضیح داد اگر موقعیت رژیم در اون حالتی است که گفتید؟ ببینید، واقعیت اینه که جمهوری اسلامی اگر ببینه سرنگون میشه ممکنه خیلی دیوانگی هایی بکنه، اینا که ممکنه از این چیزا بکنه، ولی مسلمه در حال فروپاشی هستش. یعنی این اصلا مخصوصا توجه اگه داشته باشین تناقضاتی دارن و شطحیاتی میگن و خودشون هم متوجه نمیشن. یعنی من یادمه که این ابراهیم یزدی یه بار یه چه حرفی گفت در ستایش خمینی، میگفت که یکی از چیزهای امام خمینی بود که اصلا حقوق بین الملل نمیدونست. مثلا سفارت چشمه رو بگیرید تحته. مثلا حالا خیلی ها میگن که مثلا اون ماجرای گارد سرخ و فلان و بهمان در دوره ما و فلان خیلی چیزهای عجیب و غریبی بود دیگه که فلان. مثلا همون موقع سفارت شوروی رو محاصره کردن که مثلا حتی میخواستن بگیرن، محاصره کردن، به هیچ وقت محادثه نشدن. چوئنلای که نخست وزیر بسات چین بود نیرو فرستاد و اصلا حق نداره فلان، موقع گارد سرخ و فلان پس کردنی بیرون راندن. یعنی نه از داخل سفارت، دور بر سفارت، نه هر مدار سفارت نزدیک بشید. یعنی در حماقتی در حد به اصطلاح حماقت محمد خوارزمشاه که نمیدونم سفرهای چنگیز رو کشت و بلان و درمان چنگیز مغل رو اون قائله رو به وجود آورد، اینها از این حماقت ها کردن. هی سفارت آمریکا بوده، سفارت انگلیس بوده، نمیدونم بعدا آخرش رده آخر فلان بوده، اینا اصلا متوجه نیستن. تنگه هرمز توجه داشته باشید که نزدیک 20% تمام چیز انرژی جهان است تنگه هرمز رد میشه، بزرگترین آبراه اقتصادی جهانه. این کار رو بکنید نیروهای دو تا پایگاه بسیار مهم داره، یکی اون سنترال کاماند که به اصطلاح فرماندهی مرکزی که در چیز هستش، در یکی در بحرین یکی در قطر دیگه، یکی هم این عبارت از این چیز دیگه ناوگان به اصطلاح ششم آمریکا، ششم یا هفتم عوضی شاید بگم، که در واقع پایگاهش در چیز دیگه اصلا به بازم در خلیج فارس. حضور آمریکا خیلی فعاله، اتفاقاتی میفته که ممکنه به رویارویی های نظامی منتهی بشه و خیلی فاجعه به بار میانه و حتی ممکنه خاک ایران به خطر بیفته. البته این جمهوری اسلامی حالیش نیست، یعنی اینها یه کارهایی میکنن که عواقب حرفهاشون رو نمیدونن. حتی این حسین علایی که از فرمانده نیروی دریایی سپاه بوده قبلا فلان در جنگ و اینا نقش داشته و اینا قبلا هم خیلی دم میگرفتن، هر اتفاق بود تا تنگه هرمز رو میبند. اون یه بار یه مقاله نوشت گفت ها اینا نکوید، این اصلا از این بازی نکنید، با این مسائل جدی نمیشه اینطوری بازی کرد. یه مدت خاموش شده بود، حالا معلومه که رهبر با بصیرت و فلان یه صفحاتای دوباره راه انداخته که مثلا تهدید میکنه فلان. بابا اصلا یعنی این ضمانت کردن این که آمریکا بیا منو بگیر، اساس منو بگیر اصلا، یعنی دیوانگی محض. من فکر کنم علل قاعده در جمهوری اسلامی کسانی هستن که آقا رو به گوش بیارن که آخری شخصیات رو دیگه بالا نبرید. ببینید که اخیرا آماری منتشر شد فکر میکنم از طرف دولت ترامپ یا خودش توییت کرده بود در رابطه با تعداد مزاحمت هایی که قایق های سپاه پاسداران توی خلیج فارس برای ناوگان آمریکایی به اصطلاح ایجاد کردن تو سالهای گذشته و مدعی بود که به در این دوره اخیر کاملا صفر بوده این تعداد. یعنی اون سیاست عملی اینا همون چیزیست که در رابطه
حملات اسرائیل هم بهش اشاره کردید، یعنی خیلی ساکت و آرامند و علی‌رغم این لجزخانی ها اونجا که به عمل میرسه در حقیقت به نظر میاد که خیلی مظلومند و صدای ازشون در نمیاد. این نکته خیلی مهمیه که گفتید، این واقعا این طوری هستش و مهمتر از اون همون ترامپ اینو هی تکرار میکنه که دیگه عوض شدن، حتی به یه حالتی که ممکن آدم فکر کنه که میگه یعنی چه، نه حالا بهتر شدن و ما میتونیم مذاکره کنیم و فلان و از این داستان ها، ولی واقعیت اینه که هم نتانیاهو هم ترامپ در واقع دام گذاشتن برای جمهوری، هی میخوان تحقیر کنند و تحریک بکنن که اینها یه کاری انجام بدن که بیفتن تو تله. یعنی این هم خیلی مهمه، همین توییت های ترامپ یا اون صحبت هایی که میکنه یا نتانیاهو هم همین چیزهای مشابهش رو میکنه، به نظر من واقعا جمهوری اسلامی با سفاهت هایی هم که میکنه این همونها رو که اونها تحریش شدن بعضی وقتا بعضی از آدم ها در جمهوری اسلامی میکنه. ما موشک هایی داریم که فلان میکنه، بابا با اون موشک ها نمیشه به جایی رفت، اصلا با اون موشک ها هیچ کاری نمیشه کرد. اون موشک ها اگر میتونستن کاری بکنن خیلی وقت پیش هستن. شما نیروی هوایی اصلا جمهوری اسلامی نداره. توجه داشته باشید که در جنگ های موضوع اونهایی که از نظر نظامی و فلان کار میکنند و یا الان صاحب نظر هست در خود ایران و اینا که اصلا نیروی به اصلا هوایی کشور بیشتر در هواپیما و فلانه، عربزلات موشک و فلان و اینها در رده بعدی مسئله هستش، اصلا دیوانگی محض هست از این کارا که اینها بکنند و اینها بالای موشک ها نمیدن به زبان عبری حرفی بزنند. یکی از اون شطیات بود دیگه، واقعا حماقت و اینا. من فکر نمی کنم چه چیزی اتفاق ایادین شهر میذارم این همه هفته گذشته عکساش توی رسانه های مختلف مجازی پخش شده بود. احساس میکنم که به پایان برنامه ما نزدیک شدیم. از شما سپاسگزارم رفیق محمد رضا شاهگونی و امیدوارم که بتونیم در فرصت دیگه به بقیه بحث و چند تا سوال دیگه داشتم در رابطه با از جمله مسئله قوانین مربوط به مقابله با پولشویی و اینها که جمهوری اسلامی علاقه به اصطلاح اجراش و تصویبش نداره و اینها که تو اون فرصت بتونیم به این مسائل هم بپردازیم. خیلی ممنون از اینکه با ما بودید. زنده باشید رفیق داشتی، خداحافظی میکنم از شما و بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون ناکار. زنده باشید. امروز به وجوه دیگه ای از سیاست خارجی جمهوری اسلامی مروری خواهیم داشت. در گفتگوی امروز نخست با توجه به نزاع لفظی رؤسای جمهوری ایران و آمریکا این سوال رو مطرح کردم که چرا سران رژیم در شرایطی که تحت فشارهای شدیدی قرار دارن به چنین موضع‌گیری های تحریک‌آمیزی دست میزنن. اگر به گفته جواد ظریف انتظار چنین واکنش تندی از ترامپ رو داشتن، چه دلیلی داره که چنین واکنشی رو طلب میکنن؟ البته ببینید که این دو تا نکته رو بایستی توجه کردش. یکی اینه که در جمهوری اسلامی همیشه حتی اون موقعی که دارن در زیرزیرکی مذاکره میکنن با طرف دارن شلو پلو میکنن، اینو بارها دیدیم و علتش هم اینه که این رژیم جمهوری اسلامی اصلا روحانیت حاکم یک رژیمیه که هیچ وقت جا نیفتاده به عنوان یه رژیمی که منافع به اصطلاح جا افتاده داشته باشه، خودش رو به عنوان یک دولت معمولی به اصطلاح تلقی بکنه، منافعش رو در نظر بگیره، یه حرکت افتضاحی رو راه میندازن، اون تمام نشده یکی دیگه رو مثلا شروع میکنن. یادتون باشه دیگه مثلا در اون دوره حتی خمینی تازه از مخمسه های نمیدونم که جنگ و فلان و بهمان بسلا راه شده بودن که یک دفعه ماجرای سلمان رشدی، اونم نه در ایران، کسی هستن اون موقع کتاب سلمان رشدی رو در ایران نخونده بود چاق هستن که مسئله باشه اونام. در هند داره مسائلی پیش اومده بود، تظاهراتی کرده بودن مسلمان ها فلان، در هند مطرح بود برای، ولی اصلا در ایران کسی به انگلیسی یک کتابی در یک کشور دیگه به اصطلاح مطرح شده، یک کشور دیگری اون به اصطلاح بحث‌هایی پیش اومده، تظاهراتی شده علیه اون کتاب،
یه دفعه از اینجا یه فتوای صادر کرد، یادتون باشه چقدر مسئله درست کردیه. یعنی این چرا این کار رو میکنن؟ علتش اینه که در واقع برای بسیج اون نیروهای خودشون در ایران اصلا چنین چیزهایی رو لازم دارن، دل و قوت بدن به خودشون، به نیروهاشون و این داستان. این اصلا شده یک به اصطلاح عادت ثانوی برای رهبران جمهوری اسلامی که این در واقع فکر میکنن اگه این کار رو نکنن آسیب میبینن، مثلا زیر پاشو خارج. ولی مثلا واقعا در مذاکرات برجام اینکه روحانی با اوباما تلفنی صحبت کنه چه مسئله بود که اصلا اینو مسئله کردن؟ یه خود رهبر هم به این اصلا گفت این بیجا بود و فلان اینا. یا مثلا در ژنو کری و نمیدونم ظریف در خیابون راه رفتن که اون صحبت بکنه، حتی بعضی هم میگن برای این چه کردن که حتی بعضی از نکات اصلا اگه چیز گذاشته استراوس هم و فلان شنیده نشه فلان و اینا. خب اینو اصلا خود حتی سایت رهبر اینو چیز کرد، علم کرد و اینا. واقعا اهمیت داره این؟ یعنی خیلی عجیبه دیگه. منتها اینها میخوان بگن که خود خامنه‌ای یه بار گفت دیگه همون موقع، اصلا دشمنی با آمریکا مبنای قرآنی داره، دیگه هیچ اصلا نمیشه حفظم. حالا یه طرف دیگه هم عبارت از اینه که حالا در نتیجه اون سیاست های ترامپ و در واقع بحرانی که برای هژمونی آمریکا اومده، که البته اونم من فکر نمی کنم که فقط اون حالت غیر عادی شخصیت ترامپ باشه، علتش نیست، اون تشدید میکنه. یه دلایل دیگری داره که بحران در واقع بحران هژمونی آمریکاست که ترامپ رو روی کار آورده تا بالعکس. در اونجا جمهوری اسلامی متوجهه که آمریکایی خیلی کارها رو هم ممکن نتونن بکنن، بنابراین که از این فرصت هم استفاده میکنن که یک قدرت نمایی بکنند و به اونهای دیگری که میتونن با اینها همکاری بکنند مثلا بگن ما علمی کنیم برمی کنیم که بلکه نرخ اسعار رو بالا ببرن. البته این هم یه اشتباهه، چون واقعیت نه که هژمونی آمریکا هرقدر هم ترک بر داشته باشه، اینه که به طور آنی اثر بذاره مثلا در رابطه با تحریم ها و اینها به نظر نامعقوله، چون واقعیت اینه که آمریکا همچنان در اقتصاد جهانی اونقدر قدرت و توانایی هژمونی داره که بتونه واقعا دردسر درست بکنه برای کشوری کوچک مثل ایران. کوچک در مقیاس آمریکا میگم، دقت میکنه کشور بسیار شکننده ای در اقتصاد شکننده. بنابراین من فکر میکنم که این یک به اصلاح رجزخانی های بی خوده و اونها هم البته خود ترامپ و اینها هم در واقع متوجه شدن که در ایران، یعنی بخش قابل توجهی از ایرانیان حتی در آمریکا با این مسئله موافق نیستن، اینطوری که مثلا تحریم های ایران منظورن. بنابراین که اونها سعی میکنن که به اشکال مختلفی، درسته که رجز میخونن و اینها، مثلا همین مثلا بری در کتابخونه مثلا ریگان مثلا اون جلسه پومپئو را بذاری و فلان اینا، مسئله ای که ایجاد میکنه عبارت از اینه که به آمریکایی‌ها فلان بگن که ما اینطوری نیست که به اصلاح میخواهیم جنگ کنیم. دیدید دیگه مثلا در حرفهای پومپئو بود، بعضی وقتا اون یه چیزی میگه ترامپ حتی مثلا تندتر از اون میگه، یا بعضی وقتا اون میگه یکی دیگه مثلا ملایم درش میکنه. واقعیت اینه که مثلا خود ترامپ هم هی گفته که چیز دیگریه، ولی فراموش نباید کرد که از هر دو طرف این کارها که میشه میتونه واقعا بعضی وقتا حوادث غیر قابل کنترلی به وجود بیاره. من یادمه که پاتریک کابر یکی از اون ژورنالیست های انگلیسی زبانه که واقعا آدم خیلی مطلعیه در مورد مسائل خاورمیانه و میگه که معمولا این طوریه که در بعضی از حوزه ها بحران ها و اینها هیچ دو طرف نمیخوان یه کاری رو که میگم بکنن، منتها یه وضعیتی پیش میاد که اصلا از دستشون خارج میشه. پس جالبه چیم گفته که در خاورمیانه همیشه باید محاسبه رو در روی این گذاشته معمولا از کنترل خارج میشه. جالبه، یه پدیده ایه.
خطر اینه و واقعا حماقته به نظر من، مخصوصا از طرف جمهوری اسلامی. صحبتی بود در رسانه‌های آمریکایی مبنی بر اینکه البته این رو طرفداران ترامپ که سعی میکنن همیشه از او یک نابغه استراتژیست به اصطلاح جلوه بدن اون رو میکردن، مبنی بر اینکه همچنان که در ماجرای کره شمالی شاهد بودیم سختگیری های ترامپ و اون شعارهاش مبنی بر اینکه با خاک یکسان خواهد کرد اون فایر اند فیوری به قول خودش، این باعث شد که کره شمالی به پای میز مذاکره بیاد و ادعاشون این است که استراتژی او در رابطه با ایران هم همین هست که با این سختگیری ها در حقیقت اونها رو وادار بکنه که به پای میز مذاکره بیان. چند روز پیش از جمله در پاسخ خبرنگار بی بی سی همین رو گفت ترامپ که اینها یه زمانی زنگ میزنن و خواهان مذاکره خواهند شد و ما هم مذاکره خواهیم کرد. فکر می‌کنید چه مقدار این واقعی است یا اون ماجرای رژیم چنجی که مطرح می‌کنن کدوم یکی بیشتر اون چیزی است که ترامپ دنبال می‌کنه و به اصطلاح اون دولتش؟ واقعیت اینه که ببینید که اونها رژیم چنج به شکلی از رژیم چنج در واقع در برنامه‌شون هست، منتها این که آیا از طریق نظامی میخوان عمل بکنن و فلان، نه آمریکا در چنین موقعیتی بعد از شکست عراق، بعد از بحران خاورمیانه، مثلا فکرشو بکنید که اون هزینه بالایی که رو دستشون گذاشت و اینا بود در ایران، روحانی یه چیزی گفت در واقع با توجه به اینا میگفت، گفت جنگ با ایران مادر جنگ ها خواهد بود و اینا، این یه در واقع اون اصطلاحی دوزیده بود از صدام دیگه، ام المحارب میگفت و فلان و اینها. واقعیت ماجرا اینه که در همه جا هم تکرار شده که اون نیوکان ها میگفتن که حالا خیلی ها به چیزها میرن، به بغداد میرن، ولی مردای واقعی کسانی هستن که به تهران برن و اینا. تو واقعیت اینه که درگیری با ایران چیزهای خیلی پردامنه ای داره، یعنی به این سادگی ها نیست، اینو نباید دست کم گرفت و اینا، و من فکر نمی کنم جنگی رو مثلا تدارک می بینند و اینا. منتها همین ماجرا به هر حال این که مثلا فرض کنید که 2 سال طول بکشه، حتی 2 سال مثلا تحریم های نسبتا شدید، البته من فکر نمی کنم که مثل دوره اوباما خواهد بود، علتش اینه که مگن که بعدا حوادثی پیش بیاد که نمی دونیم حالا چرا، علتش اینه که اوباما تونسته بود یه وفاق بین المللی به وجود بیاد، یعنی چند جانبه گرایی بود دیگه، تکیه بر چند جانبه گرایی بود، این حرکتی رو که میکرد همه رو با خود همراه کرد، سازمان ملل را حتی همراه کرد و اینا، که اینا خط بزرگی کردن جمهوری اسلامی، و حالا اون حالت نیست. علتش اینه که مثلا متحد بزرگ آمریکا که اتحادیه اروپا باشه موافق نیست با این کار، و یه سلسله عواقب بحران خاورمیانه هم اونها را وامی داره که موافق نباشن، در تحریم ها اونطوری نخواهد بود، ولی همین حدی که خواهد شد به نظر من چیز فاجعه باری میتونه باشه برای جمهوری اسلامی و مهمتر از اون برای مردم ایران. یعنی واقعیت که یه جای اصلا جنگ این طور نیست که جنگ تخریب بیشتری رو به وجود خواهد آورد، نه، همین تحریم ها حتی 2 سال هم باشه برای اقتصاد در حال فروپاشی ایران واقعا میتونه مصیبت بار باشه. به نظر من دارم بازی میکنن، و من فکر میکنم که ترامپ یه حرفی که داره به تجربه دیده این درسته، یعنی بعد از یه مدت این فشار بیارن کوتاه میان دیگه، مساله نظامی چاپ میکنه که این کار رو بکنن. من به نظرم این پرت و پلا نیست، حالا با آمریکا مذاکره میکنن نمیکنن، مثلا یواشکی، حالا اون دفعه هم صحبت میکردیم دیگه، مثلا همین الان در یمن مثلا عملا کوتاه اومدن، در سوریه صداشو غلاف چیزو غلاف کردن دیگه، لاغل در جنوب، ولی آمریکایی‌ها و به اصطلاح چیز ظاهرا اسرائیل کوتاه نمیاد که اصلا باید بالکل مثلا فلان بشه، یعنی این طبیعیه که این کارا رو بشه، ولی آیا این حد کافیه یا نه؟
این مسئله بارتر اینه. آمریکایی هم من فکر میکنم که حتما ابزاری دارن برای رژیم چنج که اینو این کار رو بکنم. متاسف آسیبی که به ایران میزنن و مخصوصا به مردم ایران واقعا جنایتکارانه خواهد بود و واقعا آسیبش رو بیشتر مردم ایران خواهد بود. این مسئله ایه که اینا پوشیده نگه میدارن، ولی حتی دیدید که در همین قراری که بود که پمپه و اونجا صحبت کنه و اینا، خیلی از ایرانی ها که نمیشه گفت که ضد امپریالیست هم دو فلان اینا، خیلی قاطع مخالفت رو این چه کاری شما میکنید؟ از امکانات جمهوری اسلامی اگر بخوایم صحبت بکنیم برای مقابله یا حداقل تخفیف دادن سختی های تحریم های پیش رو، یکی اصطلاح روی آوردن به کشورهای دیگه است و امکاناتی که اونها براش میتونن فراهم بکنن، من جمله استفاده ای که جمهوری اسلامی میتونه از رقابتی که بین چین و هند در جریان هست در سطح بین المللی و منطقی، اینکه از این استفاده بکنه. میدونیم که چین سرمایه گذاری بسیار چند صد میلیارد دلاری داره در بندر گوادر در پاکستان که به عنوان بزرگترین پایگاه نظامی و اقتصادی و تجاری خودش قرار از این استفاده بکنه. همزمان به نظر میاد که جمهوری اسلامی هم طرحهایی رو با هند برای واگذار کردن بندر چابهار به هندوستان در جریان داره، ولی به اون شکلی که پاکستانی ها موفق بودن و چینی ها و ظاهرن طبق میل ایرانی ها به حال پیش نمیره. همین پیروز نماینده ایران انتقاد کرده بود از چین که از هند که چرا به تعهداتون عمل نمی کنید. فکر می کنید چه مقدار اونجا این امکان وجود داره برای ایران که اساسا این طرح بندر چابهار رو پیش ببره و از این طریق این مقدار فشار بار تحریم ها رو از خودش کم بکنه؟ من فکر می کنم که برای هندیا مهمه که برای دولت هند، حالا هر کسی باشه یا این دولت باشه یا دولت‌های قبلی و اینها، حالا در مورد مثلا اون لوله نفتی که مثلا از پاکستان و نمیدونم هند و آسیای جنوبی و اینا قرار بود که چشیده بشه، هند زیاد یادتون باشه از اول خیلی روی خوش نشان نداد. یه پاکستانی خیلی استقبال میکردن، ولی هند چیزی رو اونطوری حاضر نشد که خودش رو به اصطلاح چیز بکنه، آماده بکنه برای این کار. ولی اگر توجه بکنیم در این رابطه، هند قاعدتا بایستی از چابهار به عنوان یک مدخلی برای تماس هم با خلیج فارس، چیز مهمی، خلیج فارس، دریای عمان در چیز وسیعش هم دریای عرب و اینا که به اقیانوس هند منتهی میشه و اینها و منطقه خیلی مهمی برای هند هم هست، یعنی و هم برای اینکه به منابع و امکانات آسیای میانه، حالا جمهوری‌های آسیای میانه، نفت و گاز مثلا آسیای میانه و اینها متصل بشه. مثلا می‌دونید که گاز آسیای میانه خیلی مسئله مهمیه و بتونه اگه و تجارت هم چنین با کشورهای آسیای میانه و اینها. بنابراین که من فکر می‌کنم هندی‌ها مخصوصا با اینکه در این حال که در مثلا سازمان همکاری شانگهای هند هم همراه چین هست، ولی میدونیم که همون که گفتید رقیب هستن اینا، من فکر میکنم که هندی ها میخوانده چه چیزی داشته باشن و جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده میکنه که این کار رو پیش ببره و اینها و میتونه جالب باشه. منتها آیا مثلا آمریکایی ها جلوشو میگیرن؟ واقعیت اینه که آمریکایی ها در مقابل چینی ها بیش از حد نمیخوام به هند هیچ وقت فشار بیارن. یادتون باشه حتی در دوره جورج بوش آمریکایی‌ها میخواستن که ما میخوایم شما رو به قدرت بزرگ تبدیل کنیم، که در هند اصلا این یه جوک شده بود که درسته که دوره میخواییم ما رو به قدرت بزرگ تبدیل بکنید و اینا. مثلا این مسئله، یعنی هند علاوه بر اون درگیری های تاریخی که با چین داشته، خودش هم به لحاظ لاغل جمعیت اقتصادش مجموعه مسئله یک قدرتیه که مهمه، مخصوصا وقتی پاکستان رو هم وارد واردیه، پاکستان رو چین که وارد میشه و اینجا مسئله خیلی کلیدیه به نظر من. اون دالان اقتصادی که در واقع منتهی میشه به گوادر و اینا خیلی مهمه و منتهی میشه به یه منطقه ای که از نظر دریایی منطقه نفوذ
هند هستش. عجیبه هند به این مسئله بی تفاوت باشه به لحاظ ژئوپلیتیک میگم. بنابراین اینه که آمریکایی هم قاعدتا نباید فشار بیارن، دولت ترامپ هم قاعدتا این ملاحظه رو باید داشته باشه، چون میگه که رقیب بزرگ ما چینه دیگه، با اوباما هم اینو میگفت و واقعا هم اینطوریه دیگه. در واقع اقتصاد بزرگ در مقابل آمریکا، در واقع اروپا حالا جای خود داره ولی چین هست دیگه، چین تعدیل به بزرگترین طلبکار آمریکاست و الی آخر و اینا. بنابراین من فکر میکنم که خیلی به این به هم زدن این دستشون باز نیست. در نوبت قبلی که با هم دیگه صحبت داشتیم، صحبت از این بود که تأکید شما روی این بود که ایران برای مقابله با طرح‌های آمریکا بیش از هر کسی به اروپای غربی و اتحادیه اروپا نیاز داره، حتی برای اینکه چین و روسیه رو با خودش همراه بکنه در وهله اول میبایست اروپا رو به عنوان ضامن به اصطلاح داشته باشه. کما اینکه در صحبت‌های رهبران جمهوری اسلامی و به ویژه خود خامنه‌ای هم می‌بینیم که همیشه تاکید بر این است که اروپا باید ضامن به اصطلاح پیشبرد طرح برجام و روزالک باشه. در این میانه یکی از شروطی که مطرح میشه علاوه بر اون مسئله موشکی و مسئله منطقی و غیره، مسئله این قانون FATF هست یا مقابله با پولشویی و اینا. منتها به نظر میاد که رهبران جمهوری اسلامی به دلایل مشخصی که شاید بر همه واضح باشه ناگفته، علاقه چندانی به این که پای این قرارداد برن ندارند و به اشکال مختلفی با این قضیه به اصطلاح از زیر شونه در میکنند. شما تحلیلتون در این رابطه چیست؟ ببینید مسئله ای که وجود داره باید از اینه که اولا این مسئله تعهد کرده ایران جمهوری اسلامی در همین بحث برجام گنجانده شده به نه، یعنی باید متعهد شده چه قوانینی در واقع رعایت اون چهل به اصطلاح ماده ای که FATF مثلا توصیه میکنه به کشورهای مختلف و اینا در رابطه با این قوانینی رو بگذرونه، و به این خاطر که همین سازمان FATF در واقع جمهوری اسلامی رو موقتا از اون تحریم ها در آورده، توجه باید داشته باشه، معلق کرده مثلا تحریم ها شد و جمهوری اسلامی هی اینو چش داده. من فکر میکنم که این قطعا به ضررش خواهد بود. یعنی اینجا سیستم بانکی که توجه دار باید داشته میشه، FATF یک سازمانیه که در واقع با مثلا 15 تا کشور در سال 1989 ایجاد شده، همین الان مرکزش مثلا در جنب همون سازمان OEDC هستش که سازمان توسعه و همکاری و توسعه اقتصادی جهانه که کشورهای پیشرفته سرمایه داری رو دارند و اینا، و حالا مثلا دقیقا 37 کشور عضوش هستن و کشورهای مهمی هم و چندین به اصطلاح سازمان منطقه‌ای، مثلا از جمله همین شورای همکاری خلیج عضوش هستش، مثلا اینو تبعیت میکنن از قوانینش و فلانش. یعنی این رو اگر نادیده بگیرن سیستم بانکی گشوده نخواهد شد به روی جمهوری اسلامی. ممکنه بعضی ها بگن خب حالا با تحریم هایی که آمریکا شروع میکنه خود سیستم بانکی حالا اصلا بسته میشه دیگه، اینو دارم میگن دیگه، ما چرا حالا بیایم این تعهد رو بدیم و اینها. ولی واقعیت اینه که اگه این کار رو بکنن اروپا هم زیر پای اینها رو خالی خواهد کرد، یعنی خیلی کارها رو نمیتونه بکنه. مسئله هم فقط بر سر مثلا تروریسم و فلان و بهمان نیست، ماجرایی که هستش عبارت از اینه که جمهوری اسلامی پولهایی رو در واقع جا به جا می کنه که اگر اینها رو کنترل نکنن به اصطلاح بانک‌های غربی به معامله نمی کنن معمولا با ایران. یعنی این هم خوبه که اون تبلیغات و اینها رو که میشه معمولا کنار بذارم از هر دو طرف. اولا که مثلا وقتی شورای همکاری خلیج عضو همین FATF هست، آیا مثلا عربستان سعودی، سعودی ها یا عالم پول میدن به این به اصطلاح بنیادگرایان اسلامی به نام صدقه و نمیدونم کمک ها و فلان؟ میدونید که از
اون سر نیجریه گرفته تا اندونزی. حالا دیدید این دیگه رازی نیست که اصلا چی گفته شده. اوباما هم سر راست اصلا مصاحبه گفت و فلان کرد. یعنی همه جای این پول خیلی از این سلفی ها رو اینها رو از اینجاها دریافت میکنن دیگه که خب اونها رو واقعا آیا کنترل میکنن؟ خب معلومه که اونطوری کنترلی در کار نیست. منتها یادمون باشه که نظام بین المللی نظامی نیست که اونجا قانونیت خیلی رقیق هستش. یعنی اینطوری نیست که خیلی جدی باشه. مثلا یه عده‌ای هستن که طرفدار اون اربابان دنیا هستن، یه عده باشون مخالفن. مثلا چی؟ مثلا ایران و کره شمالی طبیعیه که جزو اون انگشت‌نماهاست که باعث اینا رو کنترل کرده بودن، مگر اینکه سازش بکنند و اون موقع خیلی کارا میتونن بکنن. ولی حتی از در جمهوری اسلامی هم این مسئله که میگن که خودشون هم سریع هم گفتن اینو، مثلا گفتن اگه این کار رو بکنیم، دیدید در مدرس بحث های مدرس نمیتونیم مثلا تحریم ها را دور بزنیم و فلان. تصادفاً اون یکی از مسائل چیز عبارت از اینه که تحریم ها را دور زدن دیگه، مسئله عبارت از اینه. ولی یک نکته ای که هستش، علاوه بر اینها در اقتصاد ایران انصافا آدم نگاه بکنه، اگر مثلا صدها اسکله وجود داره که اصلا بخش بزرگی از واردات ایران از اونجا به طور غیر قانونی وارد میشه و پولش معلوم نیست به کجا میره، اصلا بودجه ایران نماینده در واقع نقش اقتصادی دولت ایران نیست. دقت بکنید اینا همه اینها را حتی اون به اصطلاح نهادهای به اصطلاح شرکت‌های دولتی کاملا یادتون باشه در دوره خاتمی روشن شد دیگه که مثلا چند صد تا شرکت بزرگ دولتی هست، نه شرکت دولتی، و اینها در بودجه هیچ کدومشون نمیومد. چطوری میشه چنین چیزی باشه؟ یعنی اون نهادهای ولایی برای خودشون یه استقلالی دارن، سپاه و جهاد و نهاد دیگه اونقدر هستن که اصلا به هیچ کس حساب پس نمیدن. خب اینا منبع خیلی کارهایی هستن که در سیستم بانکی بین المللی چون ایران هستش میخوام کنترل بکنم. اینم یه این مسئله هستش. بنابراین اینه که جمهوری اسلامی در اینجا با یه موزری روبرو هستش و اون ولایی ها خودشون رو در یک حالت وحشتناکی میبینند. یعنی مثلا همین که بانک ملت و سپه و فلان مثلا حتی با خاتم الانبیا حتی مثلا باید معامله نکنند. مثلا این خب چطور میشه؟ مگه سپاه رو مگه میشه تحریم کرد؟ بانکهای خودمون فلان از این داستان ها. بنابراین اینه که ماجرایی که هستش اینه که جمهوری اسلامی مخصوصا ولایی ها برای خودشون یه چیزهایی دارن. برای یه نکته رو نباید فراموش کرد که FATF اینطوری نیست که اون 40 ماده رو همه بایستی اونطوری که اون میگه قبول بکنن. اگه نگاه کنید به این چیزهاشون، اینها رو یک چیزهای منعطفی هستن و چون سیستم های پولی و بانکی در دنیا یکسان نیستن، اینها رو طوری تنظیم کردن که هر کس به شیوه خودش بتونه اینها رو تنظیم بکنه، در واقع رعایت بکنه. بنابراین اینه که مثلا خامنه ای که گفت که به جای اینکه تصویب اینو تصویب کنید، یک قوانین مستقلی خودتون بگذرونید، شاید اصلا به یه نحوی هم میگفت بکنید و هم میخواست بگه که نمی کنید. این اون رو باید توجه داشته باشیم. از طرف دیگه میدونیم که چند تا چیزی رو در مجلس گذروندن که رفته مجمع تشخیص مصلحت، اونا چونه میزنند. یه دیدید حتی بعد از که برجام رو چیز کرده بودن، تصویب کرده بودن و اینا، هنوز خامنه یه دستوراتی میداد که اینجاها رو نکنید، اونجاها رو بکنید. علارغم اون دستورات اونا تصویب شدن، ولی وظیفه اون دستورات اون بود که یه طوری به اصطلاح یه حاله مه درست بکنه در دور و برمون که مثلا ما نه کوتاه نه ایمدیم از این داستان. من فکر کنم یه چنین چیزیه و اینها مجبورن این کار بکنن، وگرنه اروپا رو از دست میدن. بنابراین اگه بخوایم جمع‌بندی بریم در دو سه دقیقه که باقی مونده، آیا میشه گفت که مشکل اساسی جمهوری اسلامی این نامتعارف بودن کلیت رژیم هست؟ یعنی اینکه بافت سیاسی اقتصادی ایدئولوژیکش در حقیقت مانع از این میشه که بتونه حتی عادی ترین فعالیت های یک دولت رو به اصطلاح
که امضای قرارداد مثلا بین المللی یا حل شدن در سیستم بین المللی است و مانع از این میشه. دقیقا اینطوری هستش، در همه حوزه‌ها اینطوری هستش. مثلا جمهوری اسلامی یک دیکتاتوریه، یک رژیم استبدادی ولی تیکه پاره است. واقعیت اینه که هماهنگ نمیتونه خودش رو، مثلا همین ببینید خامنه‌ای اینطوری صحبت کرد در مورد این چه نمیدونم این فساد و فلان و بهمان رو چی بکنه. سامن الحجت گندش در اومده، خودروها حمله کردن بهش، همین بلایی ها. خب حالا اسمشون رو لیستشون رو بدید دیگه، چی ها هستن؟ لیست میدن ها، کسانی رو میدن که مال طرف مقابله میخوان بزنن. اون یکی ها هم این دزدی هاشون رو یه طور دیگه اینها رو لو میدن. جنگ ادامه داره اصلا، یعنی نمیتونن یک نواخت یه متمرکز عمل بکنن. این در واقع یک رژیم نابهنگام است که مروک و توایفیه. یعنی واقعیت اینه که مثلا چرا باید دیدید در حرفهای پومپئو گفت که مثلا ناصر مکارم مثلا سلطان شکر هست در اینا. خب چرا باید یه نفر سلطان شکر باشه؟ در حالی که مثلا تلویزیون صدا و سیما چیز ملیست و قانونن اصلا هیچ شرکتی رو اجازه نمیدن تلویزیون خصوصی در ایران داشته باشه، به ناصر مکارم اجازه دادن یه تلویزیون داشته باشه. چطوری میشه چه چیزی؟ در حتی در این مورد که خیلی رژیم حساسه بهش، مثلا به نقطه ای که مثلا تلویزیون صدا و سیما یعنی صدای دیگری نباشه. چرا اینطوری میکنن؟ به نظر میاد که نمیتونن جمع جور بکنن. مسئله وارد از اینه در حوزه های مختلف هم اینو میبینیم و این دردسر بزرگیه که نمیتونه خودش رو جمع جور کنه. یعنی در نهایت اگر در یه جمله میتونیم اینو به نوعی به اصطلاح جمع‌بندی بکنیم، آیا این رژیم ظرفیت تبدیل شدن به یک رژیم متعارف رو داره؟ مطلقا نداره. مثلا اصلا مسئله اصلاح پذیری که میگن که این اصلاح طلبان و این مخالفان اصلاح طلبان، قبل از اصلاح پذیری باید بگیم که آیا این رژیم میتونه یک دیکتاتوری امروزی باشه، نه اینکه نمیدونم قانون فلان دیکتاتوری امروزی باشه. نه نمیتونه، امکان نداره. یعنی اگه این کار بشه قوانین شریعت و فلان رو باید جمع جور بکنن، یه نفر اصلا بیاد از مثل خدا تصمیم بگیره و چیزی رو پیش ببره و چند چیزی اصلا پرت میکنی نال هوا.